دوستان عزیز، مریم گرامی با وجود پاندمی و فاصله ها خوشحالم که دوباره شما را می بینم. وقتی بهار می رسد و امید زندگی بار دیگر زنده می شود، با وجود پاندمی که بین ما فاصله انداخته گرد آمده ایم تا نوروز را جشن بگیریم که سال 1400 را در تقویم ایرانی آغاز می کند. همانطور که روشنایی از دل تاریکی ها بیرون می آید، ما نیز با امیدواری زیاد پایان تیرگی رژیم خامنه ای را در چشمانداز می بینیم و نیز فرارسیدن روشنایی در ایران و جمهوری مردم. برای من این نوروز با امیدواری زیادی همراه است. من همکنون جمهوری نوین را در ایران به چشم می بینم که در فردای انتخابات واقعی محقق خواهد شد. انتخابات آزاد و عادلانه و نه یک نمایش انتخابات که امروز توسط رژیم برای خفه کردن مردم ایران و به خواب بردن جامعه جهانی برگزار می شود. یک جمهوری مبتنی بر جدای دین از دولت. دوستانی که قبل از من سخنرانی کردند اشاره کردند که در چنین جمهوری از دین برای توجیه شقاوت و سرکوب حاکمان سوء استفاده نخواهد شد و نیز از آن برای تفرق انداختن در میان مردم و زیر سلطه بردن آنها استفاده نخواهد شد و نیز از آن برای تبعیض علیه زنان و اقلیت ها بهره برداری نخواهد شد یک جمهوری در ایران خواهد بود که انعکاسی از ارزش های مقاومت ایران خواهد بود که ما آن را بسیار دوست داریم جایی که زنان و مردان در کنار هم کار می کنند تا ایران ویران شده توسط آخوندها و پاسداران را به بهشت صلح و روشنایی برای جهانیان تبدیل کنند. میدانم که بعضی ها این انتظار را طولانی می بینند و شب را بی پایان. ولی من به تجربه می گویم که از قضا در تاریک ترین لحظات جایی که دیگر امیدی باقی نمانده چرخشی بزرگ رخ می دهد و همه چیز تغییر می کند. این برای من هنگامی که به گروگان گرفته شده بودم اتفاق افتاد. بعد از اینکه هفت سال در اسارت به سر برده بودم و فکر می کردم که هفت سال دیگر نیز همراه با خشونت و بدرفتاری و جدا از نزدیکانم باید آنجا بمانم در همان لحظه به طور غیرمنتظره آزاد شدم. به این دلیل است که خوشبین هستم و می خواهم این سال نو را با شما جشن بگیرم زیرا در درون خود میدانم و نیز با درکی که از حوادث تاریخی دارم یقین دارم که ما به پایان تاریکی در شب ایران نزدیک شده ایم. در ماه گذشته ایران شاهد موجی از تظاهرات بی سابقه بود. در استان جنوبی سیستان و بلوچستان پاسداران چهل تن از مردم بیگناه را به قتل رساندند اما مردم با خشمی بسیار واکنش نشان دادند و دفتر استاندار را تسخیر کردند و نیز ستاد فرماندهی پاسداران را یک روز در اشغال خود داشتند. آنچه که جدید و قابل توجه است اینکه بعد از قتل چهل نفر مردم به جای اینکه بترسند و پراکنده شوند بیشتر بسیج شده و به صحنه آمدند این اخبار آنطور که باید در رسانه های غربی منتشر نشد دیکتاتورها سعی می کنند اخبار این حوادث را بپوشانند زیرا می که ناقوس مرگ آنها به صدا درآمده همچنین چند هفته پیش با وجود پیشنهاد دولت بایدن برای از سرگیری مذاکرات دیپلماتیک درباره برنامه هسته آخوندها به جنگ افروزی خود در منطقه افسودند و به موارد متعددی از نقض قرارداد هسته دست زدند واقعیت این است که رژیم دیگر نمیتواند اجازه بازرسی های سرزده در داخل مرزهایش را بدهد زیرا برخلاف ادعاهای حکومت ایران این رژیم در مورد مراکز هسته‌ای خود پنهانکاری کرده و به غنیسازی اورانیوم ادامه داده همچنان به دروغ و تقلب ادامه داده است اکنون به اثبات رسیده که ساختارهای هسته‌ای رژیم دست نخورده باقی مانده و رژیم به توسعه سانتریفوژهای خود ادامه می‌دهد اما از طرف دیگر آمریکا را متهم می کند که قرارداد را پاره کرده است تا به خود دست باز داده و جهان را فریب بدهد و متاسفانه دولت های اروپایی را آلت دست خود قرار دهد. رژیم همچنین تلاش کرده جلوی اعتراضات علیه نقض حقوق بشر را بگیرد. اما متاسفانه اروپا درباره سوء قصد تروریستی علیه مقاومت ایران در ویلپند پاریس واکنش مناسب از خود نشان نداد. این سوء قصد در 28 جوان 2018 علیه همه ما که در آنجا حضور داشتیم قرار بود انجام شود اما این همچنین سوء قصدی بود علیه فرانسه علیه بلژیک و آلمان اما به بهانه اینکه فرصت انعقاد قرارداد جدید هستی با رژیم به هم نخورد به تروریسم بین المللی ملاها چک سفید داده می شود. مقامات رژیم ایران جنایات خود را با بهانه حق دفاع از خود توجیه کردند. جنایت علیه اپوزیسیون سیاسی که سلاح ندارد ولی به گفته مقامات رژیم ایران تهدیدی برای رژیم محسوب می شود. اروپا نمی تواند این تبهکاری را بپذیرد. کشدار بیگناهان برای خاموش کردن حق بیان ایرانیان. این به معنی چراغ سبز دادن به ها برای کشتار شهروندان ایران است. ما هرگز نباید این را در خاک اروپا تحمل کنیم. سیاست ماماشاد و سکوت برای همه جهان خطرناک است. علیه مردم اروپا یک جسارت محسوب می شود. ما قربانیان بلقوه این سوء قصد تروریستی بودیم. این سیاست سکوت خیانت علیه مردم ایران نیز محسوب می شود. مردمی که به مبارزه برخواسته و چشم به حمایت اروپایی دوختن که به عنوان مهد حقوق بشر در جهان شناخته می شود. در حالی که نفسهای رژیم آخوندها به رغم کشتار و خونریزی به شما را افتاده، چگونه امکان پذیر است که دولتهای ما در اروپا به چنین رژیمی اکسیژن برسانند تا علیه ارزشهای ما در خاک اروپا به تعدی برخیزد؟ بعد از حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات رژیم ایران و سه همدستش اروپا باید یک موضع قاطع اتخاذ می کرد. ما باید به اروپا و فرانسه اختار بدهیم تا سیاست درست را در پیش بگیرند زیرا امنیت همه ما مطرح است. باید جلوی وحشیگری ملاهای تهران گرفته شود. به این منظور باید شبکه تروریستی رژیم ایران در اروپا متلاشی شود اگر این کار را نکنیم یک خیانت محسوب می شود و تاریخ در این باره قضاوت سختی خواهد نمود مبارزه با تروریسم در خاک اروپا باید به موازات یک سیاست قاطع علیه نقض قرارداد هسته‌ای به پیش برده شود امنیت ما در گروه آن است رژیم ایران باید بفهمد که نمیتواند سیاست خود را به روال قبل ادامه دهد یعنی با تقلب و شانتاج و تروریسم علیه مردم ایران و کشورهای آزاد. اما حالا وقت جشن و سرور به مناسبت سال نوی ایرانیان است. ما علائم فروریزی دیکتاتوری حاکم بر ایران را میتوانیم ببینیم. بله زمان جشن و سرور است و به احتزاز درآوردن پرچم شرافت انسانی و آزادی هرچه بالا بلندتر در آسمان ازممان همراه با تمامی اعضای مقاومت ایران هر جا که باشند در اوور در اشرف سه و در ایران همراه با مریم رجوی برای آنهایی که برای این آرمان مبارزه می کنند زمان جشن گرفتن است برای آینده ای روشن و دفاع از ارزش‌های عدالت و برادری ما بار دیگر برای حمایت از این مبارزه تا پیروزی متعهد می‌شویم در کنار میلیون‌ها ایرانی که علیه استبداد می‌جنگند و تردیدی به خود راه نمی‌دهند

اینگرید عزیز های شما مثل همیشه از قلبتون برخواسته بود و از دریچه مبارز جویی و انسان دوستی و دفاع از آزادی بیان می شود. من مفتخرم که خواهر مبارزی مثل تو دارم و امیدوارم که این شرایط سخت تموم شه تا بتوانیم دوباره یکدیگر. رو Astasie Pébini. So, au revoir. Merci beaucoup. Aïdé hey Somaborbach. Très très belle année. Très belle année à vous toutes et à vous tous. Et je commence. عید شما مبارک سال بسیار خوبی را برای همه شما زنان و مردان آرزو می کنم البته نخست زنان را خطاب قرار می دهم من چند سال پیش در شهرداری منطقه یک پاریس با شما آشنا شدم در آن روز یاد قربانیان قتل عام وحشتناک سال 67 را گرامی می داشتیم پس قبل از هر چیز به یاد آن مادران و پدران و برادران و والدینی هستیم که جان باختند هرگز شما را رها نخواهیم کرد شما پیروز خواهید شد چون آنها در انتظار شما هستند منتظرند تا سرافرازشان کنید و آنها را باز یابید خانم رجوی رئیس جمهور ایران خواهد شد آینده ایران متعلق به زنان است قرن 21 یا متعلق به زنان خواهد بود یا به جایی نخواهد رسید ایران شایسته ی حکومت قانون است. هر روز زنان حلقاویز می شوند و در حالی که حکومت ایران کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان را امضا کرده است نوجوانان هم حلقاویز می شوند. شما پیروز خواهید شد. من امروز رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا هستم. میدانم که پشت سر من 800 هزار وکیلی که نماینده 250 کانون وکلای شورای اروپا هستند و من آنها را نمایندگی میکنم نیز اینجا هستند تا به شما بگویند شما پیروز خواهید شد به مردانی که در کنار این زنان آرمانخواه مبارزه می کنید روزی که پیروز بشوید که چه بسا همین امسال باشد چون گاهی امور خیلی سریع به پیش میروند و قبل از من هم برخی آنچه را که همه مطبوعات می گویند تعریف کردند ما می که مردم از شما حمایت می کنند ولی قدرت در دست زنان است همه آخوندهای پیر و خرفت خونریز که جوانان را دوست ندارند و از زنان متنفرند ایران را به ناکجا آباد بردند خانم رجوی شما یک بانوی مسمم هستید و روزی که شما به قدرت برسید میدانم و همه ما میدانیم که در آن روز یک ایران نو متولد خواهد شد امروز در زندانهای ایران زنان نابود می شوند و شلاق میخورند و با کلا قربانی میشوند. ما هرگز آنها را رها نخواهیم کرد. ما همواره در کنار شما حاضر خواهیم بود. شما از حامیان ارزشمندی برخوردارید که از شما دفاع می کنند. همانطور که برخی میگویند، ما همراه با شما به ایران خواهیم آمد تا پیروزی شما را جشن بگیریم. این پیروزی همان ملت شگفتی است که فقط منتظر یک چیز است زندگی کردن و رها شدن همان جوانانی که فقط یک آرزو دارند صلح آرامش آینده و آرزوی یک دنیای بهتر شما خانم رجوی نماد همین آینده هستید کمیته زنان شورای ملی مقاومت نیز این آینده را نمایندگی می کند. به خاطر همه کارهایتان از شما سپاس گذارم. من و ما همواره در کنار شما خواهیم بود. مرسی Madame Merci de votre متشکرم خانم آتیاس عزیز از حضور شما و سخنان تاثیرگذارتون سپاس گذارم به شما به خاطر انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون کانون وکلای اروپا تبریک میگم از دیدن شما بسیار خوشحال شدم میدونید که وکلای فرانسوی جایگاه خاصی در قلب ایرانی ها دارند چون اونها از حق مقاومت دفاع کردند بسیار متشکرم از دیدن شما بسیار خوشحالم خانم رئیس جمهور دوستان عزیز رزمندگان عزیز آزادی چند آرزو را بیان میکنم سه آرزوی کوتاه که برای کشورتان دارم آرزوی اول این است که آینده از آن دیکتاتوری نیست وقتی جوان بودم همواره از دیکتاتوری در اسپانیا پرتغال، آرژانتین، شیلی و سایر کشورها می شنیدم. همه این دیکتاتوریا فرو پاشیدند. دموکراسی هر سال پیش نبی حتی اگر شکننده باشد و برگشت به عقبی باشد. دموکراسی در حال پیش است. من برای این امید اول من این است که دیکتاتوری ها آینده ندارند. آرزوی دوم من این است که آینده مال نیروهای مقاومت است و در میان نیروهای مقاومت امروز زنان جایگاه ویژه دارند نقش آنها اغلب تعیین کننده است در همه روزها یک دختر بی ساله از فعالین برمه روی بازویش اسم و مشخصات خودش را نوشته بود و اضافه کرده بود که اگر توسط نظامی ها کشته شدم اعضای بدنم را برای نجات جان جوانان استفاده کنید ببینید چه زیبا آینده از آن نیروهای مقاومت است و میدانم که مقاومت ها همیشه پیروز می شوند چرا؟ چون عدالت و آزادی با مقاومت هستند آرزوی سوم من این است که آینده مال مردم است میدانید و معتقدید که مردم سالارند در ها از مردم خوششان نمیآید به زور آنها را تحمل می کنند و از اینکه ارتش مردم را بکشند تردیدی به خود راه نمی دهند. در روزگار ما افراد زیادی در پی این هستند که آزاد باشند. نبز من با همه خرهای می که بر می و می در پوش اختراق را بردارند خلقهایی که میخواهند خود را از قید خشونت رها سازند از همه بی ادالتی ها خلقهایی که میخواهند خود را راه سازند فکر میکنم در ایران حریق از نقاط دیگر بیرون میزند و به اتمام نرسیده و همه وقایعی که در خارج از ایران رخ میدهند همه این جنبش های راهی بخش این امید را در ما زنده میکنند که تنها نیستیم مطمئنم که حریق هایی که در ایران شروع میشوند نه تنها توسط مقاومت ایران بلکه توسط سایر مقاومت ها حمایت خواهند شد و مقاومت ها با هم به پیروزی می رسند چرا؟ چون عدالت و آزادی همراه آنها هستند ممنونم باز هم برایتان آرزوی سال خوبی را دارم و امیدوارم این سال ما را با خبرهای خوش قافل گیر کند و به انتظار ما نقطه پایانی بدهد <applause> مر مرسی ژاکقا عزیز بسیار خوشحالم از دیدنتان و از شنیدن کلام همیشه زیبایتان مثل همیشه کلمات تکان دهنده شما از ایمانتان و حس انسان دوستیتان در می آید از دوستی بسیار گرانقدر شما به خودم می بالم خیلی ممنون. خانم رئیس جمهور از شما متشکرم که به مناسبت سال نو ایرانی و بازگشت بهار به من فرصت سخنرانی دادید امیدوار باشیم که روزهای خوبی را در پیش خواهیم داشت میخواهم از شما به خاطر فعالیت هایتان در این سال در مقابل با دیکتاتوری وحشتناک حاکم بر کشورتان و ظلم و ستمی که بسیاری از مردم از جمله یاران شما قربانیان هستند تشکر کنم علاوه بر این میخواهم به مناسبت سال نو و فرارسیدن بهار به همه شما در سازمان مجاهدین و همه اعضای مقاومت ایران تبریک بگویم. جهان همکنون متحمل یک تعرض وحشتناک از سوی یک ویروس است. اما یک ویروس دیگر هم وجود دارد ویروسی که به بدنهای ما تهاجم نمی کند بلکه ویروسی است که به بشریت حمله می کند این ویروس دیکتاتوری است ویروس محرومیت از آزادی رهایی از روب و وحشت همان آرزوی مردم ایران است ونی مردم ایران همچنین میخواهند آزادانه صحبت کنند آنها باید از آزادی اعتقادات برخوردار باشند نزدیک به چهل سال است که من مردم ایران و مقاومت کنندگان آن را همراهی میکنم دوران وحشتناکی را تجربه کردم دورانهایی را تجربه کردم که فرانسه به خاطر منافع اقتصادی پذیرفت خواستهای آخوندهای حاکم بر ایران را برآورده کند یعنی زندانی کردن اعضای مقاومت من آنها را در زندان دیدم ما بعد از سالیان سال موفق شدیم به قضایی فرانسه این واقعیت را بفهمانیم که اشتباه می کند و مرتکب اشتباهی فاحش شده است موفق شدیم و آنچه در حکم قاضی ترودیک ثبت شد مهم است در این حکم آمده بود که وقتی تروریسم وحشتناکی در جریان باشد وقتی بحث بر سر سلطه ارعاب بر مردم باشد و وقتی علیه کسانی که مردمشان را مرعوب می کنند اقدامات قهرامیزی صورت می گیرد که هدف آن جلوگیری از ارعاب مردم باشد می توان آن اقدامات را اعمال مقاومت نامید در بهار در دوران نو شدن در دورانی که باران متوقف می شود و روزهای نورانی فرا می رسد به واقع برای مردم ایران این آرزو را دارم که به آزادی برسند و زنان و مردان ایران بتوانند آزادانه اعتقاداتشان را داشته باشند و آزادانه صحبت کنند. متشکر. آقای وکیل هانری لوکلرک بسیار متشکرم. بسیار خوشحالم که شما را میبینم و میشنوم. از دفاع شما از حق مقاومت و حق برخورداری از آزادی مردم ایران تشکر می کنم. از دفاعتون از حقوق بشر سپاس گذارم. میدانید که شما در قلب مردم ایران جا دارید برای شما و خانوادهتان آرزوی سلامتی بسیار دارم. بسیار متشکرم. با سلام. در این ایام نوروز اجازه بدهید قبل از هر چیز تبریک های گرم و صادقانه ام را نصار خانم مریم رجوی بکنم که از مدت قبل او را می شناسم و همچنین به همه زنان و مردان ایرانی. قبل از هر چیز آرزوی سلامت برای همه شما زنان و مردان را دارم. برای همه ایرانیان آرزوی این را دارم که کشورشان ایران عظمت و جایگاه خود را باز یابد و برای شهروندانش آزادی، دموکراسی و چشمندازهای واقعی برای رونق اقتصادی فراهم کند. من ایران را تحسین می کنم. تاریخ آن را تحسین می کنم، فرهنگ آن را تحسین می کنم و از وضعیت کنونی متاسفم. متاسفم که حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان مستمرا در این کشور پایمال می شود. رفتار دولت ایران در شانتاجی که در زمینه هستهی می کند را تقبیح می کنم. رژیم ایران در سال 2015 یک پیمان بین المللی را امضا کرده است که به آن این امکان را میداد که بیشتر در صحنه بین المللی به رسمیت شناخته شود و نقش خود را در ثبات منطقه بازی کند. این پیمان مستمرا زیر پا گذاشته می شود. امروز شاهد این هستیم که رژیم ایران نوعی شانتاج را در رابطه با غنیسازی اورانیوم به اجرا گذاشته. نظارت های آجانس بین المللی انرژی هسته ای را به حالت تعلیق درآورده و بدتر از آن اینکه که سایت های کشف شدند که وجود آنها اعلام نشده بود و این برخلاف تعهدات 2015 می باشد. همه اینها غیر قابل قبول است. و آنچه باز هم بیشتر غیرقابل قبول است و بیشتر آن را تقبیح می کنم اقدامات دولت ایران در خارج ایران است با حمایتش از جماعتی در یمن وضعیت را برای مردم این کشور به سمت وخامت هرچه بیشتر میبرند و شاهد یکی از بدترین بحرانهای انسانی بشریت در آن هستیم و وقتی عربستان سعودی پیشنهاد یک توافق یا گفتگو را میدهد حسیها آن را رد میکنند و می توانیم این اقدامات را در کشورهای دیگر نیز مشاهده کنیم. این اقدامات به اروپا نیز رسیدند و یکی از نمایندگان دیپلماتیک رژیم ایران توسط قضایی بلژیک محکوم شد چون تدارک سوء قصدی را در خاک فرانسه میدید. همه اینها غیر قابل پذیرش است و متاسفم که اروپا سیاست قاطع تری را برای افشای تشبساتی که در شعن کشوری مثل ایران نیستند به کار نمی گیرد و نهایتا هم به ضرر زنان و مردان ایرانی تمام می شود. در این ایام که در تقویم ایران شروع سال 1400 را رقم می زند، برای زنان و مردان ایرانی صادقانه آرزو می کنم که این وضعیت تغییر کند. امیدوارم که در این سال نو همراه باشد با تغییرات بنیادین که زندگی روزانه آنها را بهبود ببخشد و برای آنها چشمندازهایی را باز کند برای دموکراسی آزادی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان برای همه نوروز خیلی خوبی را آرزو دارم <applause> متشکرم میشل آلیو ماری عزیز ممنون برای سخنانتون دوستیتون و حمایتتون که مایه افتخار ماست از اینکه تجربه خودتون رو به عنوان یک زن سیاستمدار برای هدف آزادی در ایران و مبارزات زنان ایران با ما به اشتراک میگذارید ممنونم خیلی ممنون <applause> خانم مریم رجوی گرامی جشن نوروز را به شما تبریک می گویم برای شما برای دوستان مشترکمان و برای همه ایرانیان آرزوی سالی نو همراه با سلامتی میکنم. میدانم که شرایط زندگی در حال حاضر دشوار است و همه منتظر بازگشت به شرایط عادی هستند اما میدانم که شرایط در ایران به طور ویژه دشوار است تبهکاری های آخوندها خسارات کرونا را تشدید کرده است لذا همبستگی خودم را با شما اعلام می کنم. خانم رجوی می خواهم از شجاعت و پایداری شما تقدیر کنم. فرانسوا میتران می گفت ارزشمندترین صفت برای یک سیاستمدار یا یک عضو مقاومت یا یک مبارز مثل شما صفت پایداری است. در حال حاضر بسیاری به دلیل پاندمی در خود فرو رفتند ولی یقین داشته باشید که در این شرایط سخت ما در کنار شما هستیم. آینده ایران برای ما مهم است. رژیم آخوندها نماینده مردم ایران نیست توطعه سوء قصد تروریستی در ویلپند نشان داد که با چه رژیمی روبرو هستیم رژیم آخوندها مردم ایران را شکنجه می کند و حالا سوء قصدها را به قلب اروپا صادر کرده است باید بیوقفه این تبهکاری های رژیم را افشا کنیم باید از شر این رژیم خلاص شویم رژیمی که برای مردم ایران جز فقر و بدبختی به نیاورده است نباید هیچ توهمی نسبت به این رژیم و ملایان داشته باشیم دولت و رئیس جمهور جدید آمریکا باید درک کنند که در برابر چنین رژیمی نباید از خود ضعف نشان دهند نباید سیاست مماشات را در پیش گیرند مذاکره دیپلماتیک توسط رژیم به عنوان علامت ضعف تلقی می شود سال خوب برای ایران چه سالی خواهد بود سالی که آزادی بازیافته شود سالی که مردم ایران آزاد شوند این آزادی به دست رزماوران آزادی مثل شما محقق خواهد شد ما نیز فروتنانه در کنار شما و دوستانمان در اوورسرواز و آلبانی خواهیم بود برای همه شما آرزوی سلامتی و پیروزی دارم امیدوارم پاندمی را پشت سر بگذاریم و شما را از نزدیک ببینیم همانطور که قبلا گفتیم آرزوی ما این است که شما را در میدان آزادی همراه با مردم ایران ببینیم سال نو مبارک از شما خانم مریم رجوی گرامی به خاطر همه تلاش برای مردمتان و برای جهانیان سپاس گذارم زیرا با مبارزه و پایداری خود به صلح جهانی خدمت می کنید خیلی ممنون آقای مولر از دیدن شما و شنیدن صدایتان خیلی خوشحالم. حمایت شما از مردم ایران و حضورتان در کنار مقاومت ایران نشان دهنده اصول و ارزش‌های شما در دفاع از دموکراسی و آزادی است. ما فراموش نمی کنیم که شما نام تهران را بر یکی از سالن‌های شهرداری شهرتان گذاشتید و این کار را بعد از قیام مردم ایران انجام دادید. به خاطر همه کارهایتان از شما سپاسگزاری می کنم. <applause> خانم رئیس جمهور مریم رجبی عزیز نخست میخواهم بگویم چقدر خوشبختم که شما را در میان خودمان در شهر زیبایمان می میبینم برای شما و همه مردم ایران نوروز بسیار خوبی را آرزو دارم و به طور خاص به یاد دوستانمان در آلبانی در اشرف سه هستم و دوستانی که در اوور هر روز برای آزاد کردن مردم ایران تلاش میکنند نخواست میخواهم برای همه آرزوی سلامتی بکنم و امیدوارم که واکسیناسیون بتواند به سرعت این پاندمی جهانی را پس براند وضعیت سیاسی از زمان صدور حکم دادگاه انتفرب متحول شده است حکمی که قویان به روشنی اما به درستی عاملان سوء قصد خونسا شده ویل را محکوم کرد همان تروریزم حکومتی که میتوانست منجر به کشتار جمعی در گرد همایی سالانه بشود که طی آن دور هم جمع شده بودیم این برای کسانی که هنوز شک و تردیدهایی داشتند نشان میدهد که رژیم ایران امروزه حکومتی است که مرتکب تروریزم دولتی می شود لذا اکنون زمان آن است که اروپا و فرانسه مواضعشان را در قبال رژیم ایران روشن کنند نقض حقوق بشر قتل آم زندانیان سیاسی حمایت از گروه های تروریستی در کشورهای دیگر و اعزام افراد برای ارتکاب جنایاتی که باید قاطعانه و قویان محکوم شوند دیگر هیچ گونه ضعف و سستی قابل پذیرش نیست چون دیگر همه به این واقعیتها اشراف دارند پس باید دست به اقدام و محکومیت زد به همین دلیل حمایت ما از تمام کسانی که امروز اینجا هستند و بسیاری دیگر که اطراف ما هستند از آن شماست از آن نیرویی که نماد آغازینو برای ایران به سوی آزادی برای جدای دین و دولت و احترام به حقوق بشر است باید بر این امر تاکید کرد که این حمایت از آن شماست و ما باید هر لحظه در هر کجا بر آن تاکید کنیم در پایان برای شما و همه مردم ایران آرزوی سال 1400 طبق تقویم شما و یا سال که بسیار خوبی را دارم امیدوارم امسال سال ظهور حقوق جدید برای مردم ایران باشد بار دیگر به شما تعهد میدم که ما در هر لحظه برای پیشبرد همین مسیر در کنار شما خواهیم بود همانطور که دوستم جان پیر مولر قبل از من گفت در انتظار روزی هستیم تا همدیگر را در شهر زیبای تهران ببینیم و آزادی بازیافته مردم ایران را جشن بگیریم بسیار متشکرم متشکرم از شما ژان پیر بکه مقاومت ایران هرگز حمایت و کمک بیدریق شما رو در سختترین روزها فراموش نخواهد کرد نام شما برای همیشه در تاریخ مقاومت برای آزادی باقی خواهد ماند و اشرفی ها در انتظار دیدار با شما بعد از پاندمی هستند اونها منتظر شما هستند و میگویند ژان پیر متشکریم با سلام به همگی شما مردان و زنان ممنونم که این فرصت را به من دادید که تبریک های سال نو را به شما تقدیم کنم آرزوی نوروز خوشی را برای همه اعضای شورای ملی مقاومت ایران دارم و برای دوستانشان و البته همه زنان و مردان ایرانی و به خصوص خانم مریم رجوی که شهامتش مایه تحسین است. قبل از هر چیز برایتان آرزوی سلامت دارم و یاد می‌کنیم از افرادی که دار فانی را ودا گفتند و آنهایی که بیمار هستند و رنج می‌کشند. اما مرگهایی در داورتر از سایر مرگها هست و آن از دست رفتن جان زنان و مردان در زیر بیعدالتی وحشتناک و تروریسم دولتی آخوند هاست. این بیعدالتی که شما هر روز تصاویری از آن را به ما نشان دهید و یادآور مشکلات و رنج روزانه روزانی ایرانیان است، یک بیعدالتی و درد بزرگی برای همه ما است. شرایط پاندمی بار دیگر نشان داد که حکومت ایران هیچ توجهی به مردم خودش ندارد. میدانیم که این حکومت بیشتر دقدقی حفظ دیکتاتوری مذهبی و تقویت اهداف جنگ طلبانش در منطقه را دارد تا آینده شهروندانش. خوشبختانه اراده مردم ایران برای زندگی در کشوری آزاد و با امنیت همواره در حال اعتلاس و سال نوی که شروع شده امیدهای جدیدی را رقم میزند. سخنم را به درازا کشم چون بسیاری از حرفها گفته شد. مردم ایران خود آینده خود را می سازند. با این حال امید است که توجه بین المللی بر روی منافع مردم ایران و منافع دموکراسی آینده در ایران بر ساخت و پاخت و منافع اقتصادی که اینجا و آنجا مشاهده می کنیم غلبه کند. با هم نوروز را جشن بگیریم و ارزش های صلح و همبستگی را گرامی بداریم. باز هم از همه شما زنان و مردان تشکر می کنم و با تشکر از خانم مریم رجوی خیلی ممنون آن فررای عزیز خوشحالم که شما را در کمال سلامت میبینم خوشحالم که همیشه در کنار مقاومت ایران هستید امیدوارم به زودی زود شما را مجددن دیدار کنم خیلی ممنون